محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع در واکنش به اخراج اجباری مهاجران افغانستان از سوی پاکستان هشدار داده است که این کشور باید عواقب کار را که انجام می‌دهد بسنجد. او در یک نوار صوتی می‌گوید که پاکستان نباید بر مهاجران ظلم و دارایی آنان را ضبط کند و امارت اسلامی برای هیچ کس اجازه نمی‌دهد که به گونه ظالمانه اموال پناهجویان افغانستان را ضبط کند. به گفته او رفتار کنونی پاکستان با پناهجویان افغانستان تأثیر منفی بر روابط دو کشور می‌گذارد و پاکستان هرچه زودتر از رفتارهای ظالمانه در برابر پناهجویان دست بردارد. هشدار امارت اسلامی به پاکستان مبنی بر اخراج اجباری پناهجویان. سرپرست وزارت دفاع امارت اسلامی در یک نوار صوتی به پاکستان هشدار داده است که این کشور باید عواقب کار را که انجام می‌دهد بسنجد. هغوی باید پرشو با عزت طریقه باندې هیواد ترستانشی او پل ټاټو به تراشی. نو پاکستانی رژیم باید هغه څه وکړي چې هر څه کوي باید عواقب وسنجوي او دومره وکړي چې بیا درې بولو توان لري. آقای مجاهد همچنان تاکید کرده است که پاکستان نباید بر مهاجران ظلم و دارایی آنان را ضبط کند و امارت اسلامی برای هیچ کسی اجازه نمی دهد که به گونه ظالمانه اموال پناهجویان افغانستان را ضبط کنند. چه دغه وسنی حالت چه روان دی دا به دوارو هیوادونو ترمنز اړیکی ډیری ترنګلی کی حالت و ډیری خطرناک لوری ته یوسی. ژر تر ژره باید دوی د دغه ظلم څخه او د دې ناروا څخه لاس واخلي او کوم افغانان چې هیواد ته راځي باید اجازه ورکول شي چې په ښه عزت باندې خپل هیواد ته راستانه شي. به گفته او رفتار کنونی پاکستان با پناهجویان افغانستان تاثیر منفی بر روابط دو کشور میگذارد و پاکستان باید هرچی زودتر از رفتارهای ظالمانه در برابر پناهجویان دست بردارد. اخراج اجباری مهاجرین از پاکستان در افغانستان در روزهای پسین شاید بحران انسانی را به بار بیاره، حتی یک بحران فرهنگی شاید به وجود بیاید، چون تعداد زیادی از این مردم سالها در پاکستان با یک فرهنگ بیگانه بزرگ شدند و افغانستان آماده پذیرش اما مهاجرین نبود، بنان یک بحران انسانی در قبال خواهد داشت. در مهاجر و اجباری استل حتماً در دوار و ملکو پا وضعیت پانی تاثیر کوي. خوش خبر بدایوی چې اوسنی حالات کیم یو داسې یو قوي هیئت ولاړ شي د پاکستان د خلکو سره خبره وکړي څو مهاجر په ارامه باندې په عزت باندې او په ابرومندانه شکل باندې خپلو وطنو ته راشي. این گفته ها در حال مطرح می شود که چند قبل معین سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی نیز گفته بود که حکومت کنونی افغانستان در برابر رفتارهای پاکستان خاموش نخواهد بود و واکنش نشان خواهد داد.